بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله یگانه معبود برحق. به برنامه حقیقت بندگی خوش اومدید. شرح کتاب گرانمایه اصول ثلاثه یا اصول سگانه که در حقیقت همون سه سوال قبر هست و کتابی است مختصر اما بسیار گرانمایه که در این مجموعه درس ها در خدمت استاد گرامی شیخ هیثم سرحان مدرس علوم اسلامی در مسجد النبی مدینه هستیم و در خدمت ایشون هستیم، ضمن این که خلاصه و چگیری از مطالب و درس‌های گذشته رو مرور خواهیم کرد. درس امروز تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی خواهد شد. در خدمت شما هستیم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اخذنا في الدرس الماضي اقسام الدعاء والذبح والنذر والخوف. نعم، در درس گذشته انواع نذر، خوف و همچنین توکل و قبل از اون هم انواع دعا رو مورد بررسی قرار دادیم و الذبح و همچنین انواع قربانی که تفصیل این مطلب گذشت. به هذا اتممنا الاصل الاول من الاصول الثلاثه ولله الحمد. و بدین ترتیب قسم اول و در واقع اصل اول از اصول سگانه رو به اتمام رسوندیم که پیرامون معرفت الله متعال و مسائل مرتبط با اون بود. الان ناخذ باذن الله تعالی القسم الثاني و همینک قسم دوم رو آغاز میکنیم در این رابطه. معرفت دین الاسلام بالادله، معرفت و شناخت دین اسلام با ادله. ما هو الاسلام؟ اینکه اسلام چیست؟ فقط تسال بعض الناس هل انت مسلم؟ چه بسا از یک شخصی سوال میکنیم آیا شما مسلمان هستید؟ یقول نعم انا مسلم، میگه بله من مسلمان هستم. ما هو الاسلام؟ اما ازش میپرسیم که اسلام چیست؟ اذا عرف الاسلام هذا معناه انه مسلم، اگر اسلام رو میشناخت به این معناست که بله او مسلمان هست. و اذا لم يعرف الاسلام يقول كيف نقول له كيف تدعي الاسلام وانت لا تدري عنه. و اگر اسلام رو نمیدانست و نمیشناخت و تعریف واضحی از اسلام نداشت بهش میگیم که چطور هست که مدعی اسلام و مسلمانی هستی اما تعریف اسلام رو نمیدونی. و اراد اعداء الاسلام ان نصل الى هذا اننا لا نعرف شيئا على الاسلام الا الاسم فقط. و این هدف و خواسته دشمنان اسلام هست که تنها چیزی که از اسلام برای ما بمونه اسم اسلام هست و ندونیم که اسلام چیه. فالاسلام يعرف، اسلام بدین ترتیب تعریف میشه. تعریف اسلام از این قرار هست: هو الاستسلام لله بالتوحید، ان تسلم لله بان تفرد الله بانواع التوحید الثلاثه. اسلام عبارت است از استسلام و فرمانپذیری در برابر الله متعال با توحید و محقق ساختن اقسام سگانه توحید. فلو سأل سائل وقال لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر اربع ركعات، اگر شخصی بیاد سوال بکنه که چرا نماز صبح رو دو رکعت میخونیم و مثلا سه رکعت نمیخونیم، در جوابش اینطور میگیم: نقول لهذا السائل هل انت مسلم، از همچین سوال کننده سوال میکنیم که آیا شما مسلمان هستید؟ یقول نعم اذا لابد ان تسلم لله، میگه بله و اینجاست که میگیم باید تسلیم امر الله باشی. لانك عبد، برای اینکه شما عبد هستید، بنده هستید. نعم والانقياد له بالطاعه، و باید در قید بندگی و عبادت الله متعال باشید و تابع و فرمانبردار محض او باشید. دخل وقت صلاه الفجر، وقت نماز صبح فرا میرسه. و راینا انسان لا یصلی، و شخصی رو میبینیم که نماز نمیخونه. هل انت مسلم، ازش میپرسیم آیا شما مسلمان هستید؟ یقول نعم، میگه بله من مسلمان هستم. لماذا لا تصلی، چرا نماز نمیخونی پس؟ قال لا اريد، میگه نمیخوام. نقول لو كنت مسلم لابد تنقاد وتعمل، اگر ادعا داری که مسلمان هستی و میخوای مسلمان باشی چاری جز این نداری که فرمان بردار الله باشی و این امر و فرمان الله رو اجرا بکنی مثل همه اوامر الهی. والبراء من الشرك واهله بالقلب واللسان والجوارح، و اما مسئله براءت از شرک و اهل شرک با قلب، زبان و اعضا و جوارح و ارکان. اذا الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحید، بر این اساس اسلام عبارت است از استسلام و فرمانبرداری محض از الله متعال با توحید و محقق ساختن انواع و اقسام سگانه توحید. یعنی لا یشرک، بدین ترتیب که به الله شرک نمی ورزه. والانقیاد له بالطاعه لا بالمعصیه، و کاملا
منقاد و تابع و فرمانبردار الله متعال هست با طاعت و نمعصیت و البراء من الشرك و اهله و همچنین از شرک و مشرکان براءت و بیزاری میجوره لابد يتميز المسلم عن الكافر لذا چاره جزی نیست که مسلمان از غیر مسلمان تمیز داده بشه و جدا بشه ما هي مراتب الدين اینجاست که میپردازیم به مراتب دین که دین چه مرتبه هایی داره و چیست مراتب الدین ثلاثه مراتب دین سه تاست الاسلام یک اسلام و اعلا من الاسلام الایمان و بالاتر از اسلام دومین مرتبه دین قرار داره که همون ایمان هست و اعلا من الایمان الاحسان و سومین مرتبه از مراتب دین که بالاتر از ایمان قرار داده داره مرتبه و از مراتب سگانی دین احسان هست ارکان الاسلام خمسه ارکان اسلام اسلام یکی از مراتب دین هست و اسلام پنج رکن داره که عبارتند از و ارکان الایمان سته البته ارکان ایمان شش تا هستند و گفته میشه ارکان ششگانه ایمان و الاحسان رکن واحد و احسان فقط یک رکن داره ارکان الاسلام ارکان اسلام عبارتند از الرکن الاول ركن اول شهادت ان لا اله الا الله شهادت ان لا اله الا الله گواهی دادن به اینکه هیچ معبود بر حقی جز الله وجود نداره لابد في لا اله الا الله من ركنين هذا البناء لا اله الا الله يقوم على ركنين لا اله الا الله دارای دو رکن هست مثل یک مبنا و ساختمانی که بر دو پایه و رکن استوار شده لا اله الا الله دارای دو رکن است ارکان لا اله الا الله لا اله نافع جميع معبد من دون الله تكفر بكل ما يعبد من دون الله لا اله رکن نفی الوهیت از غیر الله و کفر ورزیدن به هر معبودی غیر از الله متعال هست. كل ما عبد من دون الله عبادته باطله و تكفر به هر چیزی و کسی که غیر از الله عبادت بشه عبادتش باطل هست و به این چنین عبادتی و به همچین معبودی کفر ورزیده میشه این رکن نفی الوهیت از غیر الله هست الثانی الا الله تثبت العباده لله وحده لا شریک له و رکن دوم لا اله الا الله الا الله هست یعنی اثبات الوهیت و اختصاص و ویژه بودن عبادت برای الله متعال ننفی كل عباده لغير الله وكل ما عبد من دون الله عبادته باطل ونثبت العباده لله وحده لا شريك له بر اساس این دو رکن لا اله الا الله عبادت رو از هر چیزی و هر کسی غیر از الله نفی میکنیم و عبادت رو مختص و ویژه الله متعال میدونیم و خاص و ویژه هست برای الله متعال و هر چیزی و هر کسی که غیر از الله عبادت بشه باطل هست نعم وهذه الشهاده تكون بالاعتقاد وباللسان وبالعمل و این شهادت یعنی گواهی دادن به این که هیچ معبود بر حقی جز الله نیست شامل اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل به اعضا و جوارح و ارکان بدن هست نعم ثم بعد هذا تشهد ان محمدا علیه الصلاة والسلام عبد لا يعبد علیه الصلاة والسلام و رسول لا يكذب و اما بخش دوم از رکن اول اسلام شهادت دادن به این هست که محمد صلی الله علیه و سلم عبد الله متعال هست عبد هست یعنی الله رو بندگی میکنه ولا یعبد و عبادت نمیشه و او بنده الله هست و همچنین فرستاده الله متعال فهو عبد ای لیس له شیء من خصائص الربوبیه لا يدعى من دون الله وقتی که اعتراف میکنیم و گواهی میدیم به این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبد الله هست یعنی اینکه او هیچ شک از صفات خدایی و ربوبیت رو نداره فالذی يدعو النبی صلی الله علیه و سلم لم يشهد انه عبد علیه الصلاه والسلام و آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عبادت الله یکتا دعوت دادند و نه غیر او و هو عبد ای اعبد الخلق علیه الصلاة والسلام لا طریق الى عبادت الله الا باتباع علیه الصلاة والسلام و هذا فی رد على من یبتدع
ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله هست بدين معنى هست كون بزرگوار بسوية الله دعوت دادند و براي تحقق بندگي متابعت و راه و روش رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم هست و کسی نمیتونه این رو نادیده بگیره و بگه که من عبد الله هستم. عبوديات در اطاعت از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم هست. إذن لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. اینجاست که الله رو در عبادت یگانه و بیبدیل میدونیم. افراد عبادت یعنی یگانه و بیبدیل دونستن الله متعال در عبادت و همچنین رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو در رسالت یا به عبارت دیگه در متابعت یگانه و بیبدیل میدونیم که بیچون و چرا تنها از اون بزرگوار پیروی میکنیم. الثانی اقام الصلاة. دومین رکن از ارکان اسلام اقامه نماز هست. لماذا قال عليه الصلاة والسلام اقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بیان کردند که دومین رکن از ارکان اسلام اقامه نماز هست و نفرمودند نماز؟ حتى نأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها ولا نأتي بمبطل مبطلات الصلاة. برای اینکه نماز رو اقامه بکنیم به این معنا و مفهوم که نمازی که میخونیم و انجام میدیم قائم بر مجموعه شروط، ارکان، واجبات و همون روشی باشه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن و دوری بشه از آنچه که موجب باطل شدن نماز هست. این یعنی اقامه نماز. و ایتاء الزکا و فرمودند ایتاء زکات یعنی ادای زکات. یعنی لابد ان تؤخذ من المآخذ الشرعیه و تصرف الى اهل الزکا بمقدار معین في زمن معین. به این معنا و مفهوم ادای زکات و نفرمود زکات که از مآخذ شرعی یعنی از اون جایی که باید گرفته بشه از کسانی که اهل نصاب هستند و در وقت و مکان و زمان مشخصی توزیع بشه بر کسانی که الله متعال مقرر فرموده. نعم. ثم بعد هذا صوم رمضان. و بعد از این رکن دیگری از ارکان اسلام میاد تحت عنوان روزه رمضان. ثم حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. و دیگر رکن اسلام ادای حج خانه الله برای کسی که توانایی رفتن به اونجا رو داره. اسال الله سبحانه وتعالى بلغنا اياكم الحج والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. از الله متعال میخوام که به ما توفیق انجام حج خانه خودش رو عنایت بکنه و بدین ترتیب به پایان درسی دیگر از مجموعه درس‌های شرح کتاب گرانمایه اصول ثلاثه یا اصل‌های سگانه و پرسش‌های سگانه این که در قبر از همه ما می‌پرسند رسیدیم در برنامه حقیقت بندگی و ممنون و سپاسگزارم که با ما همراه بودید. یکایک شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق می‌سپارم. در حفظ و پناه الله متعال باشید.